در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودی موعظه می کرد و می گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. این همان است که اشعیای نبی درباره‌اش می گوید ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد راه خداوند را آماده کنید، طریقهای او را هموار سازید. یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردمان اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی نواحی اطراف رود اردن جملگی نزد او می رفتند و به گناهان خود اعتراف کرده در رود اردن از او تعمید می گرفتند. اما یحیی چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به آنجا که او تعمید می داد می آمدند به آنان گفت ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که در پیش است بگریزید؟ پس ثمری شایسته توبه بیاورید و با خود مگویید پدر ما ابراهیم است. زیرا به شما میگویم خدا قادر است از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم پدید آورد. همکنون تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است. هر درختی که میوه خوب ندهد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. من شما را برای توبه با آب تعمید می دهم، اما آن که پس از من می آید تواناتر از من است و من حتی شایسته برگرفتن کفش هایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او کجبیل خود را در دست دارد و خرمنگاه خود را پاک خواهد کرد و گندم خیش را در انبار ذخیره خواهد نمود، اما کاه را با آتشی خاموشی ناپذیر خواهد سوزانید. آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی کوشید او را باز دارد و به او گفت منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من می آیی؟ عیسی در پاسخ گفت بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی رضایت داد. چون عیسی تعمید گرفت بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. آنگاه روح عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه اش کند. عیسی پس از آن که 40 شبان روز را در روزه سپری کرد گرسنه شد. آنگاه وسوسه گر نزدش آمد و گفت اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ گفت نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. سپس ابلیس او را به شهر مقدس برد و بر فراز معبد قرار داد و به او گفت اگر پسر خدایی خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است فرشتگان خود را درباره تو فرمان خواهد داد و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگی بزنی. عیسی به او پاسخ داد این نیز نوشته شده که خداوند خدای خود را میازما. دیگر بار ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همه ی حکومت‌های جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد و گفت اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سجده کنی این همه را به تو خواهم بخشید. عیسی به او گفت
دور شو ای شیطان، زیرا نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده خدمتش کردند. چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است به جلیل بازگشت. سپس ناصره را ترک کرده به کفرناحوم رفت و در آنجا اقامت گزید. کفرناحوم در کنار دریاچه جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع بود. این واقع شد تا کلام اشعیا نبی به حقیقت پیوندد که گفته بود دیار زبولون و نفتالی، راه دریا، فراسوی اردن، جلیل ملت‌ها، مردمی که در تاریکی به سر می‌بردند نوری عظیم دیدند و بر آنان که در دیار سایه مرگ ساکن بودند روشنایی درخشید. از آن زمان عیسی به موعظه این پیام آغاز کرد که توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. چون عیسی در کنار دریاچه جلیل راه می رفت، دو برادر را دید به نامهای شمعون، ملقب به پتروس، و برادرش آندریاس که تور به دریا می افکندند زیرا ماهی گیر بودند. به ایشان گفت، از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت. آنان بیدرنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند. چون به راه خود ادامه داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید که با پدرشان زبدی در قایق بودند و تورهای خود را آماده می کردند. آنان را نیز فرا خواند. ایشان بیدرنگ قایق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند. بدین سان عیسی در سرتاسر جلیل می گشت و در کنیسه های ایشان تعلیم می داد و بشارت پادشاهی را اعلام می کرد و هر درد و بیماری مردم را شفا می بخشید. پس آوازش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همه بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند و نیز دیوزدگان و مسروعان و مفلوجان را نزدش می آوردند و آنان را شفا می بخشید. پس جماعتهای بزرگ از جلیل و دکاپولیس، اورشلیم و یهودیه و فراسوی اردن از پی او روانه شدند.